سلام برای یوتیوب سوال اقتصادی هستم براتون یه برنامه داریم امروز راجبه عروسی قبل از اینکه بین تو برنامه هر کسی این برنامه میگم نظر شخصی منه هر کی دوست داره گوش بده هر دوست نداره گوش نده به درد خورد عالی به نخورد ما همیشه اگه خورد گفتیم خندیدیم رفتیم تمام پیکارش پی پی لطفا لایک و کامنت و ساب اگه امکانش هست یادتون نره اگر امکانش نیست به تخمتون به وقتی وقتتون تلف کردم خب آقا امروز خواهم عروسی صحبت کنم که چرا این داستان عروسی از یه چیزی که خوب بوده به یه خیلی تخمی تبدیل شده من خودم شخص تا حالا واقعا زیاد عروسی رفتم شاید مثلا 50 تا 100 تا عروسی رفتم دیروزم عروسی دعوت شدم یعنی همش عروسی 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 و به مرگ مادرم نشده تا از یکی از این مهمونی ها من بیام بیرون و مردم حرف خوب بزنن همیشه همه دارن قور میزنن وای غذا بد بود آهنگ صداش زیاد بود این چه انتخاب رقصی بود چرا زمین صاف بود چرا سرد بود چرا گرم بود چرا جای سیگار نشتن چرا جای همه سیگار میکشیدن یعنی همیشه همه یه قوری دارن بزنن خب تا خود عروس و داماد عروس و داماد اصلا نمیفهمن چی میشه روز عروسی صبح که پا میشن بعد بودن برن اونجا لباسه رو عوض کنن برن اونجا اکسا بگیرن برن توی یه جایی از درک به 200 نفر 300 نفر 50 نفر سلام خوب هستین مرسی هرکی دو دقیقه حرف بزنه 100 نفر اونجا میشه 200 دقیقه میشه 3 ساعت و نیم واسه همین تموم میشه بعد بعد بری بشینی دور میز غذا تو بکشی بعد غذا تو خوردی بعد برقصی بعد که رقصیدی بعد بیشتر برقصی بعد شما جمع کنی بری یعنی یه مهمونی خیلی معمولیه خب حالا پوینتش مهمه ها ولی از نظر تفریح و مهمونی خیلی معمولیه برای عروس و داماد تخمیه چون اصلا بهشون خوش نمیذاره. وقت هیچ کاری بکنن اینم حرف من نیست از 10 تا تا عروس و داماد پرسیدم همه گفتن آره خب این از اون دوما به نظر من عروسی درست شده بوده برای این که یه دختر و پسر به هم برسن و یه سری آدم جمعشن به اینا کمک کنن مثلا هندیا که عروسی میگیرن هر کی میاد به اندازه وسطش پول میاره با یعنی خیلی مهمه که پول بیاره مثلا عمو پول داره حتما ما 20 دلار بده و اینا همه چون دریوش پاسو یه میلین در نمیخواد 20 بدی به اینا زندگیشون شروع کنن بعد خب مردم جمع میشن یه جا عروس و داماد کادو میدادن یه قضیه هم دور هم میزدن میرفتن عروس و داماد با اون پوله یه زندگیشون میسن شروع کنن خب پس این خیلی خوب بوده کمکشون میکرده منم دارم خواستم عروسی بگیرم بعد میای فاست فورورد میکنی میرسیم به تایمی که ما الان هستیم که عروسی شده یه چیزی که فقط چوسی و به قول معروف قیافه اومدنه من نوعی خودم عروسی نگرفتم و توجه داشته باشین که توی کانادا پدر و مادر عروس پول عروسی رو میدن نه پدر و مادر داماد باز همین عروس موظفه که پول رو بده البته ایرانیا که مطمئنا میخواد الان میتونید بزنین همه اینجا که میان سنتی میشن نه ما سنتی ایران باید خانواده داماد بده حالا ما با ایرانی کار من که زنم ایرانی نیست واسه همین تو دنیای من خانومم هم با پول عروسی میاد. میداد و من هنوز عروسی نگرفتم این گفتم که نه من واسه چی میخوام یه مهمونی بگیرم که همه بیان غور بزنن بعدش هم چیز بشه بعد کلن هم تو دنیای عروسی این از نظر بیزنس ها بدونین حداقل پسر اینو بفهم دختر که به تخمشون نیست کلن آدما به نتیجه رسیدن آدمای کثیف بیزنسی که وقتی به عروسی میرسه خانوما منطق ندارن و مردم گوش میدن برای همین به جون مادرم من دیدم که به ایجا زنگ زدم گفتم آقا من صد تا صندلی میخوام چند گفت برای خودت یا عروسی گفتم برای خودم گفت دو دلار بعدا فهمیدم اونا رو اگه میگفتم عروسی صد دلار میدادن ولی خب مردم معمولا خوشحالم میگن عروسی مثلا میخوان نمیدونم چرا و پای برابر میکنه قیمت یعنی 500 درصد قیمت میبردن بالا چون عروسیه بعد میگم ما عروسی مثلا بهترین صندلی اون رو میاریم مطمئنم خراب نشه چرت میگم یه صندلی میشن نداشه کلا همه چی احمقانه هم. مثلا غذا نفری 150 دلار داره بعد میخوام خواهر کوسه من تو رستوران بهترین غذا رو سفارش میدم 20 دلار داره میتونم دو تا سفارش بدم 100 دلار سفارش ولی اگه بیام به رستوران یه ماه قبل بگم میخوام بیام فقط از این غذا میخوام این 20 بعد به من 10 دلار بدی دیگه چرا 150 میشه بعد همه غذاهای اینجا که واقعا ریدم توش یه دونه سمایه سهم میدارن یه دونه تیکه گوشت رست بیف مزخرف میذارن با حالا مرغ باشه یا چیزی چیز اینجوری اون بر باشه غذا مزخرف ساعت 12 این مدرسه برق میکشن یعنی مثلا 11 میشه 12 موزیقت میشه میگن که وقت تموم شده بعد بخورنتون اینجا مثلا جای مثلا سالن جای خوش کردم اجاره میکنه اینجوریه بعد خب تو می عروسی میگیری بعد میای یه پول خرج میکنی سر هیچی و من کسی رو که پول قرض میکنه عروسی میگیره کسی رو میدونم که وضع مالیشون خیلی معمولیه و یهو میرن 20 دلار خرج عروسیشون میکنن پول زیادی هم نیست تو دنیای عروسی خب 20000 یعنی خیلی کم است هست ولی واسه این کسی که من آدم سوالش میکنم 20 دلار پولی بوده که کل زندگیش بوده مکسنس هم میکنه تا اگه ماهی هزار دلار 500 دلار اضافه داشته باشی دو تا چهار سال طول میکشه تا این پول جمع کنی طرف هم اگه سی سالشه مگه چند سال داره کار میکنه واسه همین میدونم عروسی گرفت بعد الان مشکل داره مثلا پول چیزای دیگه شو بده بعد خب برای چی عروسی گرفتی چه اتفاقی افتاده میشم رفتین یه همه گفتن سلام خوبی مگه وقتی مهمونی میدید چه فرقی داره با این و من اصلا نمیفهمیدم موضوع عروسی چیه یعنی بچگی عروسی واسه احمقان ترین آدما می دیدم بودم واسه چی با عروسی بکنی میخوای عروسی بکنی تو اون یه نفر میگی ما عروسی میخوام بکنیم پروسس چیه بعد به یه جا امضا بکنیم شوهر امضا بکنیم تو کاری که هیچی نمیخواد اگه با هم زندگی کنی واسه یه سال دو سال میشین زن و شوهر گفتم تو خونه تموم شد بابام اومد گفتش که من برای عروسیتون فلان پول میدم گفتم من عروسی نمیخوام بگیرم گفت ای نمیخوای عروسی بگیرم گفتم نه من دیوونه میخوام عروسی بگیرم گفت اوکی من پولشو میدم به خودت خب اون پول اون موقع خیلی منو کمک کرد لازمش داشتم من چی میگم ولی عروسی میگفتم همه پول دست میدادم یه شب میفتم پارتی میکردم بعد اون یه شب بعد دو ماه هم براش من چیز کنی برنامه ریزی کنی بری بیای ببینی یا بپوشی بکنی فلان وا انقدر داستان داره بعد معمولا روز عروسی شوهر و یعنی شوهر داماد و عروس غذا نمیخورن چون میخوان تو لباسشون خوب باشن بعد جفتشون عصبی اصلا, اصلا نمیتونم ببینم چه تعدادی از آدم ها شب عروسیشون با هم دیگه بومچیکی بوم میکنن و اگر میتونی عاقل باشی عروسی نگیدادا عروسی قدیما معنی دار بود الان دیگه معنی دار نیست الان فقط یه پارتی علکی گرونه که پارتی باحال نیست اگه میمدیم مثلا میگفتی آقا میریم شب عروسی خاویار میزنیم و نمیدونم خرچنگ میخوریم و میگو میزنیم و بعد مثلا رقاصای سیکت سله میان میرخسن آره خب من که پارتی دعوتشم چه عروسی باشه ولی وقتی که هیچ تأثیری نداره هیچ سوری واسه تو نداره میری کیفیت کمترین غذا رو میخوری یه میز و یه, یه سندلی بهت میدن میشینی دیگه ها پس تو دونه دیگه سندلیه بعد کیر خر میشینی اونجا تو موقع غذا یه بشقا من میاد جلو که حالا خود میدی میکشی که میشه غذات این یه مهمونی خیلی لوس نونور فلان مثلا یادم 2010 اینا بود دیگه آنلاین اومده بود بعد یکی میخواست عروسی بگیره میگفتم خب چرا ایمیتیشن آنلاین نمیفرستین هم مجانیه هم همون ثانیه دلیور میشه هم مردم میتونن عوضش کنن میتونین لاگین کنین ببینین خاطره میشه بعدن یه وبسایت ازش میشه در آورد برای چی میخواین کاغذ بفرسین بعد دخترم میگفت نه یعنی چی مجانی بفرسین خصوصا است پس تو نم... تو از نام فرستادن اینه که میخوای مردم رو دعوت بکنی یه راهی بهتر اومده که مردم رو دعوت بکنی تو این انتخاب نمیکنی چون اون یکی کاس داره و پول بدی بعد میخوای واسه مردم که من پول دادم چی اتفاق میفته دون امروز میدونی اینجوری که مثلا 5 درصد دنیا اینجوریان هم تقریبا همه همینه اینه همه هم کی میشوسی عروسی نکرده چند تا آدم مثل من میشناسی فکر نمی کنم رو تو انگ دست و جا باشه تک شما باشه من خودم نمیشوسم یه نفر که اینجوری کرده باشه هر کی با هر کی بوده عروسی کرده طلاقش هم گرفته یا نصفشون نصفشون هم با هم, هم موندن ولی عروسی سر جا بوده همیشه هم بهشون ضرر زده نه 5 درصد در آدما انقدر پول دارن که تخمشون نیست میفهمم اون میتونه اون مهمونیه رو بگیره که تو خاویار میزنی و لابستر سیکت سلی هم داره وسط پرفورم میکنه اونو منم اگه مثلا 100 میلیون داشتم برای موموکو و پاشا جفتشون ارزششون یه میلیون دلاری میگرفتم گفتم اشکان نره یه درصد همو به گوه میزنم و یه شبی درست میگم که مردم انشون در بیاد کسی میاد اینجا بگید عجب شبیه بود اون کارم میخوای بکنی یه تایم زیادی میبره و یه پول زیادی 99 مایز در 9 درصد جامعه نمیتونن اینو انجام بدن پس 99 مایز 99 درصد جامعه نباید عروسی بگیرن ولی میگیرن خب برای یه دقیقه من امین میارم میدونم پیش که دوست نداره همه میگن خیلی آروم حرف میزنه منم هم دلیلش هم اینه که گوش نمیده به حرفا اینجوریست که آرومه انا از خواب بیدار بذار خواب بیدارش کنیم امین امین جون بیدار شد صبح شده تو زبطیم همین من ناراحتم <applause> صدای من پایین رکورد میکنیم میگی من آروم حرف میزنم ببین تا تایی تا دیگه نمیره بالا بچه تو دوربین نها کنی دیگه ای. ای. ای نمیره اینجا مثلا 6 شیش صوبه خب بگو دیگه لام از سبا کی داری الان بازداری می میتره کنی بابا این امین از آدم بی جنبه یعنی فردا تیکه تیکه آبیشو بگیره دیگه جواب تلفن ما هم نمیده این قشنگ از آدم بی جنب باز بیا تو ضبط ما دیگه حالا میفهمم یه نفر باهات برنامه ریخته از ما معروف تره آروم باش نه 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 وقت ندارم بیزی هم بیزی چه اشتباهی کردم من تو رو به این معرفی کردم واقعا نه عروسی که چیز چندش نمیدونی همیشه توش حرف هست می مثلا من یه عروسی رفتم که مثلا فاکین بعدش مثلا بعدش هم نه یعنی فاکین تو همونجا داشتم میگفتن مثلا داماد آستین کتش بلنده میگم دیگه به جون تو همین امین من عروسی هایی رفتم که مثلا بهت میگم ببینی پشمات میریزه یعنی مثلا واقعا باحال به هنو میان بیرون قور میزنن یعنی مثلا این که مثلا چقدر موهای داماد چرا اینقدر سیخ بود نه تو بابا این ایسی بهت میگم این میگم مثلا بگم یارو اومده بود تمام یه سخ و یه جای گنده رو گل کرده بود یعنی معلوم مثلا صد هزار دلار خرج گل کرده بود به همه میگفتن چقدر آدم باید احمق باشه که بره این هم پول رو کنه و گلا بخوام بمیرن جایی که تو نگاه نمیکنی یعنی اونی هم که رفته بود خودش پاره کرده بود به اونم میریدن یعنی از دو طرف میره اگه موها سیخ باشه میگن سیخ اگه موها درست نکرده باشه میگن درست نکرده من اینو عد... هیچ جوره راضی نیستم هیچ جوره راضی نیستم من چرا چیز عجیبی هم اصلا. تو الان خود دوست داری عروسی بگیری خدایی نه بابا اصلا زنم نمیگیره چه برسه به عروسی نه میدونم اگه خاصی وقت زن بگیری حاضری مثلا عروسی بگیری نه نه حاضرم مثلا اون پول عروسی ها رو خرج کنم مثلا یه مسافرت توپ بریم مثلا اون که خداست خب من یه سوال دارم تو اگر مثلا چیز باشه دختره بهت بگی من عروسی میخوام از بچگی مهم تنی روز زندگیمه می... از پنج سالگی دارم تو مغزم رو درست میکنم تو چی جواب میدی به این بچه؟ بشه خب ببین یه چیز اشتباهیه مثلا از اون موقعی که تو پنج سالت بوده این چیز درست بوده و شیش شوکه بوده ولی الان دیگه نمیخونه ولی امین دیگه. یعنی من دوست نداری تو؟ نه 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 ببخشید ببخشید پولشو میدم بگی بگی همینه دیگه این گاهیده دخترها خالتون سرویس به خدا تو رو خدا یه خود عاقل شین من نمیفهمم چرا اینطوری به جون مادرم اگه یعنی یه دونه ووت بذاریم این پایین کاش میشد می ای... یه دونه پول بذاریم توی چیز اینو میذارم برای توی شورت به قول معروف تیک تاک و اینستاگرام اینا آقا اگه یه دونه پول بذاریم ببینیم بگین دختر و پسر و رو... اگه قرار بود یه قانون پس بکنن که عروسی از این بعد باشه یا نباشه اگر از دختر رو پس بکنیم 90 درصد میگن باشه اگر از پسر رو رد بکنیم 90 درصد میگن نباشه من اینو قول میدم اگه اشتباه میگم به هم ثابت کنیم داستان حزینهش هم هست دیگه دختره که حزینه اینه میکنه میدونی میگم اینجا که من اون مشکل نداشتم تازه اینجا میگم دختر و پولش عرصی بده اون هم هست و هم چه لذتی داره برپرشون که واسه ما نداره ولی ببین دلشون میخواد همه در واقع وسط داستان باشن همه منم امشب دارن نگاه میکنن فکر کنم همینه به از این چی معنی داره عروسی چون همه میخواد نگاه کنن یه لایو اینستاگرام فاکینگ برو همه رو من عروسی خواهرم بود بعد من خب که به تخمم نبود من تو خونه نشستم داشتم حال میکردم بعد یکی اومد گفتش که آقا منو فیلمبردار فرستاده که دی آخر شب ما هیچی شاد از تو نداریم برادر عروس تو هیچ کنم فیلم ها نیست میشه بیا یه دقیقه توی فیلم ها باشی و گفتم اوکی رفتم توی وسط اونجا یارم افتاد رو من انگار. مثلا من عروس بودم هر جا من رفتم دوربینا رو من بود چون میخواست از من یارم شات داشته باشن که به بکنن تو <تصفح> خلاصه این فیلم رو گرفت تموم که شد این موضوع مال 17 سال پیشه هنوز هیچ کسی اون فیلم رو یه بارم نگاه نکرده نه خواهرم نه شوهر خواهرم که الان دیگه با هم طلاق گرفتن یعنی یعنی اصلا دیگه نمیخوادم نگاه کنه نه من نه مامان بابا هیچ کسی این فیلمو نگاه نکرد به مرگ مامانم آدمو که فیلم عروسیشو میگیرن مکسیموم دوبار نگاه کنن مکسیموم تو کل زندگیشون بعد مثلا برای اون باید کلی پول بدی پولش به کنار ننتو سرویس میکنه همین داستان که گفتم کی اومد منو برد اتاق بیرون No, میگه اینجوری باش اینجوری باش اونور نگاه کن پنی نه کن نورش خرابه حالا سر همین داستان خواهر من یه جا بود یارو وسایل آتش بازی گذاشته بودن بعد واسه فیلم برداری خواهر منو بعد توی یه نقطه خاصی میذاشت تو اون نقطه که گذاش اینا که روشن شدن تمام لباس عروس سوزوند. سوزون لباسی که چه من خریده بودم 15000 دلار بعد فلان تو گس ننه این آدمای دیزاینر واسه چی لباس عروس 15000 دلاره چطوری میشه یه لباس شبیه لباس عروس 45 دلاره تو مثلا زارا بعد چات ت... چیز پلاستیک لنگی روش وصل میکنن بعد از 45 دلار میشه 17 هزار دلار نه بعد حراج داریم امروز 9 هزار دلار کی تو حراجتون این چه مسخره بازیه بعد دختران میخرن بعد ناراحت میشه بهش بگی مثلا بودجه 5 هزار دلاره خودش میخوام مثلا یه دونه تیشرت بهت چون شلوارم که نداره برای یه تیشرت دارم بهت آفر میکنم پنج هزار دلار برو لباس بخر بعد میگی یعنی تو منو دوست نداری به مرگ مادرم اینا رو شنیدن دارم بهتون میگم ا این اصلا مغز آدم سود میکشه چند تا میتونی بخری؟ تقسیم باید ده بکن دیگه 500 تا تیشرت میتونی بخری به جاش بعد یه دن... بعد تازه میگه کیری تو میگه تو چیپی 25 عددیه که اگه تو واقعا دوست داری زن تو 25000 دلاره. برای لباسی که هیچ دیگه وقت دیگه, دیگه نمیپوشی. من عمیق مدی مثلا 25000 رو بده من یه لباس بخرم. خب واقعا که چی؟ برای یه شب. بعد لباس دیگه نمیتونی بپوشی. کسی؟ اگه تو یه جا مثلا بری گوچی یه دونه جاکت بخری 4000 40 دلار 5 سال میپوشیش نه 5 ماه میپوشیش. اینا مثلا واقعا واسه یه شبه. بعد دو دو ساعت. دو ساعت. بعد بس دیگه جا نمیشن معمولا آدم و توش برای اینکه خودشونو همه قبل از عروسی به خودشون میرسن به احتمالات زندگیشون میشه و اون لباسه رو اون روزم میگم غذا نمیخورن لباسه تنگ 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 یعنی وقتی شب در میاره دیگه اصلا به خواب نمیمینه بره توی این یه تعداد اصلا <applause> بالای از خانما نمیره آقا یه یارو بود خیلی کسیف بود میگو اگه میخواین دختر بازی کنین برین توی فیسبوک همه چی اینجا میخواد تو شهر بفروشیم به هم یه تو فیسبوک مالیس میکنیم دیوار که شما دارین اینجا فیسبوک الان بعد شیپور البته شما دارین یه دیوار هر که هست کاری که میکنه یارو میگه برین تو فیسبوک بزنین لباس عروسی دست دوم دو به خاطر اینکه فقط دختره که طلاق گرفتن از شوهرشون هایشون رو میخوام بفروشن که دیگه نمیخوان خاطر داشته باشن باش. بعد از روی سایز میتونی انتخاب کنی چه دختری رو میخوای بعد به اون دخترم از بزن <applause> خیلی کثیف بود خیلی کثیف بود خب اینم اقا داستان بنده برای عروسی عروسی به نظر فقط برای آدمای اسکل که جو گرفتتشون یه چیزی دیدن تو بچگی تلویزیونشون تاثیر گذاشته بهشون گفتن اگر طرف دوستت داره عروسی بزرگ برات میگیره اصلا این نیست طرف اگر به قول معروف تو سری خور بی ارزه باشه واسه دروسی میگیره یا میلیاردر اگه میلیاردره اوکی بکن ولی اگه یارو مثلا همین میگم کلا 100 دلار پول داره 20 دلار بده میده بروسی گاوی 20 درصد زندگی تو بدی واسه یه شب چقدر احمق باشی چرا این کارو بکنی اون 20 هزار دلار اگه بره توی حساب اینویسمنت وقتی که تو 6500 سالت میشه اون 20 دلار میتونه ارزش 100 150 دلار داشته باشه اون عروسی تو 65 سالت تو نمیارزه تو عروسی فردا شب عروسی ان نمیارزه ولی برای امین میخوام عروسی بگیریم اگه اخوابی باشه تو میتونم ببینم عروسی کنی تو رو خدا واسه عروسی میکنی خودت با خودت عروسی میکنی <تصح بعون sami> خودت با خودت عروسی میکنی آره یه آینه میذارم جلو با هم دعوا میکنی من میگم عروسی نمیخوام بابا من خالم عروسی کرد فکر کن مثلا یه پسر یه دوست داشت بعد این پسر کانادا بود بعد این خانواده پسر رو خواستگاری خاله من خاله منو گرفتن بعد این پسر مثلا پنج سال بود ایران نبود شیش سال بود ایران نبود حالا من نمیدونم چند سال 10 سال بود ایران نبود بعد قرار شد خواهر خاله منو بفرستن خب عقل میگه که اینا برن توی دادگاه اون وکیل بفرسته امضا کنه اینم امضا کنه میگن ما زن شوهر شدیم بعد برش کارش درست کنه بفرسنش اونجا آقا برای خاله من یه عروسی گرفتم بیا و ببین بعد خاله من تنها نشسته بود تو عروسی اون میزه بغلش یه دونه قاب عکس گذاشته بودن من اصلا که چرا این اصلا چه اتفاقی داره میفته انقدر برای من عجیب بود این صحنه خاله من تنها نشسته بود روی موب بقیش هم یه عکس یه آقایی بود که من نمیدوندم که بعد عروسی بزن و بکوب موزیک و خوراکی و قضا و باید. خب چرا؟ این کسی نیست یارو که این چه مسخره بازی الان این پارتی اینا هست وقتی نصفشون نیستن چه جوری دارین پارتی براشون میگیرین این اصلا نشون میده اصلا مهم نیست عروس و داماد فقط میخوام یه, یه کاری بکنن و الان مد شده که این کارو بکنن و بیشترین ضربه رو که میتونن به ارسودامات بزنن که ارسودامات عقب نگه دارن کادو هم که همش تخم شده دیگه دیگه تاش سکه طلا بدن دیگه, دیگه خیلی میخوام بهتر کنن چی میخواد بشه 10 تا سکه بد میرسه دیگه. دیگه امکان نداره تو از عروسی بری برنده بیای بیرون مگر اینکه میگم توی را باشی یه میلیون خرج کنی یه دیدی 500 هزار دلارم کادو گرفتی ولی میگم 1500 تا 2000 تا مهمون دادی دیگه این در صورت ما همه جو عروسی دیدیم از عروسی کوچیک تو حیات دیدیم ما عروسی یکی رفتم تو خونش گرفته بودن یعنی رفتیم تو خونه یارو هشت تا صندلی گذاشته بودن و خودشون وایسادن اون جلو کلا دوازده تا 16 تا مهمون بودیم همونجا عروسی گرفتن و همونجا کیک گذاشتن یعنی تولد بود یارو مثلا کلا 500 دلار خرج کرده بود ما عشق رو هم بودن یعنی طرف خانومم بود من عشق کردم این شد عروسی میگم خب عروسی میگم بودجه ندارم با دوستان میخوام ولی حال کنم ولی اون خاکستری که بودجه نداری میگه میخوام با دوستام حال کنم با دوستات تو لازم نداری 20000 دلار خرج کنی 5000 خرج کنی حال کنی درو میگم امین نفس امیر میکشی امین رفته دوباره خوابید دوباره امین امین بیدار شو فکر کنم خوابید دیگه عدس تو امین شوخی نمی کنم اما خدای خوابیده الان ساعت 3 صبح بنده خودم از صبح رفته بود با سهل پرانک ویدیو زب میکرد اشغال اوکی برای بکس دمتون گرم سعی کنید عروسی نکنین اون پول رو اینوست بکنید زندگیتون رو بسازین بعد به قول همین امین بلنشون با همی به این سفر مشتی دمتون گرم دمت.